بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا این اشاره کردم تو بعضی از اشعار عربی هم هست، یه شعریه، یه مردی رو سگی گاز گرفت، بعد پاش زخم شد و اومد تو خونه بستری شد و خوابید، پاش درد میکرد. دخترش گفت که بابا آخه یه سگ تو رو گاز بگیره، تو هم هیچ کاری نکردی. این مرده به دخترش گفت که یعنی منم بیام با دندونام سگو گاز بگیرم، هم دهن خودم رو نجس بکنم، هم پای سگو بکنم تو دهن خودم. سگ عصبانی شد، خشم کرد، منو گاز گرفت. من باید شأن خودم رو بالاتر از اون بدونم که بخوام یه سگو گاز بگیرم. کسی که عصبانی میشه به یکی توهین میکنه، این آقایی که توهین شده اگه اینم برگرده توهین بکنه، اینم برگرده ناسزا بگه، مثل اینه ها که سگ کسی رو گاز گرفته، اینم برگرده سگ رو گاز بگیره. هیچ آدم عاقلی این کار رو نمیکنه. آدم باید خودش را بالاتر از اون بداند که وقتی کسی عصبانی شد بهش توهین کرد، اینم برگرده توهین بکنه. سیره معصومین، سیره بزرگان. اصلا میگن که اگر یه آدمی بداند که خودش در حالت عصبانیت چه کار میکنه، معمولا اگه اینو بدونه هیچ وقت عصبانی نمیشه. هیچ گناهی بدتر از آدم کشتن نیست، گناهی بدتر از قذف، نسبت ناربا، نسبت حرامزادگی و اینجور چیزا به کسی دادن از بدترین گناهانه. کفر گفتن از بدترین گناهانه. همه این گناهان مال حالت غضبه. کی آدم بیگناهی رو میکشه؟ وقتی غضب کرده. کی فحشای رکیک میده؟ موقع عصبانیت. که مثلا فرض کنید که کفر میگه، به خدا توهین میکنه، به دین توهین میکنه، در حالت عصبانیت. بین تو روایات غضب رو با شراب خاری، این دوتا رو کنار هم ذکر کرده. تو روایات گاهی گفت فرموده که شراب خاری بدترین گناه هست و بزرگترین گناهان در حالت شرابخاریه، و زیر روایت فرموده بدترین گناهان در حال غضبه. مشترک بین شرابخاری و غضب اینه که در هر دو صورت عقل این طرف سر جاش نیست و عقلش بر این کنترل نداره. آدمی که شراب خورده عقل سر جاش نیست، هر جنایتی انجام میدهد. آدمی هم که غضب بکنه همینجور. همین قم بود چند سال پیش دیگه، دو نفر دعواشون بود دم یه مغازه. اون صاحب مغازه کسی بود که خیاطی بود صاحب مغازه، ولی کسی بود که هر وقت می اومد مسجد، اگه امام جماعت نمی اومد، این امام جماعت می شد و مردم بهش اقتدا می کردن. این آقا که امام جماعت می شدم، وقتی دیدم مغازش دو نفر دارن دعوا میکنن، قیچی خیاطی دستش بود، میاد بیرون که اینا را جدا کنه، خودش هم درگیر میشه، یه فوشی به این میدن یا هلش میدن یه چیزی، اینم عصبانی میشه. قیچی که دستش بود گذاشت گردن اون طرف، رگشو برید، اون طرف کشته شد. سه روز بعد خود همین خیاطی را که امام جماعت می شد دم همین مغازه به دار زدند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه لحظه عصبانی شد، یه کاری انجام داد، اعدامم شد. آدم در حالت غضب کنترل بر خودش نداره و اینجور گناهان انجام میده. برای اینکه آدم غضب نکند دو تا راهه، یکی راه حلم، یکی راه کظم غیظ.
حلم یعنی این که کاری بکنیم که عصبانی نشیم، کظم غیظ یعنی این که عصبانی شدیم عصبانیت رو فرو بنشانیم. فرق بین حلم با کظم غیظ در اینه که حلم دفع غضبه، کظم غیظ رفع غضبه. به عبارت دیگه مثلا یه وقت میگیم یه آدمی عادله، یه وقت میگیم یه آدمی تائبه، توبه کرده. عادل یعنی این که یه حالتی داره که اصلا گناه نمی کنه، به این خاطر عادله. یه وقت میگیم یه آدمی تائبه، تائبه یعنی گناه میکنه اما توبه میکنه، پاکش میکنه، از بین میبره. توبه رفع گناهه ولی عدالت دفع گناهه. و مسلم حلم از کظم غیظ بالاتره. معنای حلم اینه که آدم اصلا گناه نکنه، غضب نکنه، خشم نداشته باشه. و حلم راههایی داره. یکی از راههاش اینه که آدم کتاب مطالعه کنه درباره زندگی علمایی که عصبانی نمی شدند. کتاب هم هست راجب علمایی که عصبانی می شدند. مثلا کتاب هست راجب علمایی که مثلا فلان آقا وقتی یه نفر اشکال می کرد به قدری عصبانی میشد که از منبر میومد پایین با عصای دو تا میزد به این که اشکال کرده، دوباره میرفت بالا. این آدم اگه خودش این کار خودشو ببینه، خودش به خودش خندش میگیره که چه کار زشتیه. کتابایی هست که آدم ببینه اونا که عصبانی میشند چه کار میکنند، آدمایی که حلم دارند چجوریه. و تو روایات هست که اگر حلم ندارید تحلم داشته باشید. تحلم در واقع همون کظم غیظه. کظم غیظ معنیش اینه که عصبانی شد اما خودشو توانست کنترل بکند. علمایی بودن میگفت که هیچ کس نمیتونه من را عصبانی بکنه. مثلا اینجا آدم ها چقدر مثلا آدم های خوب بودن. این که مکرر عرض کردم خدمتتون، بین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 9 تا زن داره. یه زن شهریه، یه زنش روستاییه، یه زنش باسواده، یه زنش بی سواده، یه زنش پول داره، یه زنش بی پوله، یه زنش شوهر قبلی داره، یه زن شوهر قبلی نداره، یه زن بچه داره، یه زن بچه نداره. آدمی که 9 تا زن اینجوری داره، این زنها تو خونه دعوانه میکنند؟ عایشه نیومد به پیغمبر گفت که نعوذ بالله گفت اتزعم انک رسول الله، تو خیال میکنی پیغمبری؟ یعنی حتی پیغمبری پیغمبر رو هم زیر سوال میبره. ولی یک بار نشد که پیغمبر عصبانی بشه. گاهی مثلا چیزی به پیغمبر میگفتن، پیغمبر چهره مبارکش سرخ میشد اما نه به خاطر خودش. هر وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواست از خونه بیرون برود، یه تعریفی از خدیجه میکرد، یکی از زنای پیغمبرم جوش میکرد و توهین میکرد، فحش میداد. پیغمبر سرخ میشد به این خاطر که میگفت چرا به کس دیگه توهین کردی؟ موقعی که همین زن به پیغمبر توهین میکرد، میگفت تو پیغمبر نیستی فلان، پیغمبر سرخ نمیشد. اما وقتی که این زن به یه زن دیگه توهین میکرد، پیغمبر سرخ میشد. یعنی خشمش به خاطر مردم بود نه به خاطر خودش. و همین درستشه ها، که اگر کسی به ما توهین کرد، حالا یه کسی نمیدونم بدی گفت، یه کسی نسبت ناروا داد، کسی حق ما رو ضایع کرد، اینجا جای عصبانیت نداره. اما اگر کسی به کسی دیگه متعرض میشه، اینجا باید از مظلوم دفاع بکنیم. صلی الله علیه.